به خبر شش از طلو و طلو نیوز خوش آمدید سرخط خبرها گفتگوی زمیر کابلوف با مقامهای های پاکستانی درباره افغانستان دو طرف توافق کردند که در تلاش هایشان برای دستیابی به یک افغانستان مرفع و سلخامیز متعهد بمانند اوز <applause> هم کابلوف که چیرتا غالی یا نور دیپلماتان هم غالی افغانستان معزله هلسی هغه په خپل افغانانو سره حاکم نظام سره کینی دیدارهای هیئت ایرانی با مقامهای امارت اسلامی در کابل این هیئت گفته روند انتقال زندانیان افغان از ایران به افغانستان به گونه عملی آغاز خواهد شد اگر اینها روی صحبت داشته باشند که با ماجین افغانستان تسامو و مدارا داشته باشند حد یک فرصت بگذارند تا ای که افغانستان از لحاظ اقتصادی یک بار سرپای شود نگرانی از رکود صنعت پوستین دوزی در هرات فقط دو تن از صدها چرم دوز در این ولایت این صنعت تاریخی را زنده نگه داشته است اعتمال داره که در که مال نوخونه رخت دارو با خدا قسم به پول خرج خوب بموندو پیشرفت چیزی نداره فیلان داره بین میره فقط هم به ایراد فکر کنم اما دو نفر تأثیر کمک های امریکا بر ثبات اقتصادی افغانستان گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده نشان می دهد که در سه سال گذشته ورود دلار تحت نظارت سازمان ملل به افغانستان به ثبات اقتصادی رشد تجارت و ترزیق نقدینگی در این کشور کمک کرده و زیان های 8 میلیارد دلاری حمله های اسرائیل بر لبنان بانک جهانی هشدار داده که ادامه درگیری ها بر لبنان میتواند میزان خسارت ها را به مراتب افزایش دهد ده به نام خدا و سلام بر شما امروز جمعه 25 جمعه ماه اقرب است من شمس زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در سفر رسمیش به اسلام آباد با مقامات پاکستانی پیرامون افزایش هماهنگی میان کشورهای منطقه برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کرد در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده که زمیر کابلوف با آمنه بلوچ معاون وزیر خارجه پاکستان و مسئول بخش افغانستان و غرب آسیای, آسیای این وزارت توافق کرده اند که در تلاش برای دستیابی به یک افغانستان مرفه و متعهد بمانند. وزارت خارجه پاکستان می گوید که نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در سفر رسمیش به اسلام آباد با مقامات پاکستانی پیرامون افزایش هماهنگی میان کشورهای منطقه برای تامین صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کردند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده که زمیر کابلوف با منه بلوچ معاون این وزارت و احمد نسیم وریچ مسئول بخش افغانستان و غرباسی این وزارت توافق کردند که در تلاش هایشان برای دست یابی به یک افغانستان مرفه و سلحامیز متحد بمانند. کابل او اسلام اباد ترمنزا د اډیکو د رغخت لپاره کېد شي قدمونه واکښتل شي په دې باندي باس شي چې په سني شرایطو کې څنګه د کابل او اسلام اباد ترمنزا ماهنګي صورتونه سي اقتصادي سياسي ټولنيز اډیکي رامېست شته چې د دوو غونډو هیوادو ترمنزا اړتباادات قائم شي چې بیا د سره کم د دوو غونډو هیوادو ترمنزا اړتباادات روسیا همواره خواهان حل مسایل افغانستان از راته کشورҳои یی همسایه شده و پیش از این نیز رئیس مجلس شنوې روسیا در سفر رسمي اش په پاکستان وفته بود کې روسیا و پاکستان رویکرده یکسانی در مسایل بین‌المللی و موضوعات افغانستان دارند اوس هم کابلوف چېرته غواړی یا نور ډیپلوماټان غواړي چې افغانستان مازله حل شي هغه وایي په خپل افغانانو سره کینی د وسنۍ حاکم نظام سره کینی او د غستونځي چې په سیمه کې رامان ستاسو وی دی د غستونځي حل کی د ټي ټي پي ماصله او امدارنګا د پاکستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت او هغه سیاسي کشمکشونه چې پا په پاکستان کې شروع شوې دي دغه کشمکشونو ته د حل پیدا کولو لپاره غوړې له روسي سره چین سره ایران سره دغه هیو... د هیوادون سره په ګډه د مسایلو ته د حل لاره پیدا کی این در حال است که در ماه‌های اخیر ادعاهای پی همه پاکستان مبنی بر کار گرفته شدن خاک افغانستان زدین کشور و مسئله اخراج ماجران افغان از پاکستان بر روابط میان کابل و اسلام آباد سایه افگنده است. یک هیئت ایرانی که به کابل آمده در دیدار با امیرخان متقی گفته روند انتقال زندانیان افغان به کشور به گونه عملی آغاز خواهد شد وزارت خارجه میگوید در این دیدار دو طرف درباره اوضاع مهاجران و همکاری های منطقه‌ای نیز گفتگو کرده اند این هیئت با مقام های برخی از نهادهای دیگر امارات اسلامی از جمله سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و مقام های استر محکمه نیز دیدار کرده است هیئت ایرانی به رهبری معاون وزارت عدلیه این کشور در ادامه دیدارهایشان با مقامهای های امارت اسلامی این بار با سرپرست وزارت خارجه دیدار کردند دو طرف در این دیدار پیرامون روابط کابل تهران وضعیت مهاجران و زندانیان افغان در این کشور همکاری های منطقه‌ای و موضوعات دیگر به گفتگو پرداختند اگر اینها روی صحبت داشته باشند که با ماجین افغانستان تسامح و مدارا داشته باشند حد یکل فرصت بگذارند تا ای که افغانستان از لحاظ اقتصادی یک بار سر پای شود من فکر می کنم که میتونه که هم بیعت ایرانی از لحاظ محتوا یعنی تبعات مثبت داشته باشه و هم به حکومت سرپرست میتونه که امور روابط حسنه یا حس همجواری دو کشور نشان میده وزارت ماجران و عودت کنندگان نیست از دیدار این هیئت با خلیل رحمان حقانی خبر داده و افزود است که در این دیدار بر ایجاد راهکار مشترک برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی شده است. در سوی دیگر استر محکمه با پخش اعلامی نگاشته است که مقام های این محکمه از هیئت ایرانی خواستند که با مهاجران و زندانیان افغان بر اساس احکام اسلامی نرمی برخورد شود. یکی از مهمترین راهکارها برای جلوگیری و کاهش مهاجرت غیر قانونی به کشورهای همسایه خصوصا کشور ایران اعطای ویزای کارگری و ویزای کار می باشد تا آن دست از مهاجرینی که جز دسته مهاجرین اقتصادی نامیده می شود برای جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی آنها در مسیر قانونی گام برداشته شود این در حالی است که پیش از این نهاد حقوق بشری ایران از 90 تن از زندانیان افغان در ایران در سه سال پسین خبر داده بود و دونت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر مسئله بر رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان را مشروط به مشارکت زنان در اجتماع عنوان میکند او میگوید تا هنگامی که حکومت سرپرست افغانستان 50 درصد از جامعه افغانستان را از شرکت در اجتماع باز دارند به خواست رسمیت شناسی نیز نمیرسند معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این نشست خبری بار دیگر مسئله رسمیت شناسی امارت اسلامی را مشروط به شرکت زنان در جامعه میخواند و دان پاتل اینجا در جمعی از خبرنگاران میگوید که حکومت سرپرست افغانستان تا هنگامی که نیمه جمعیت افغانستان را از شرکت در جامعه باز دارند به خواست رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی نمیرسند تا زمانی که طالبان 50 درصد از جمعیت خود را از ادغام کامل مشارکت در جامعه باز دارند و با یقین نمی توانند به شناخت بین المللی که آنها می خواهند برسند. امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته اما همواره گفته است که حقوق بنوان در کشور در چارچوب قوانین اسلامی تمین است و کشورهای دیگر نباید در مسائل داخلی افغانستان دخالت کنند. با وجود که کشورهایی که همیشه در مورد مکاتب و پوانتون ها و حقوق زن ها میگن و نه خودشان اونقدر باورمن نیستن ولی وظیفه امارت اسلامی افغانستان است تا مکاتب و پوانتون ها و زمینه کار به خانم ها مساعد بسازه تا ما بتانیم این بحانه را که جامعه بیندلالی بالای ما میگیرن از این در امان باشیم این در حال است که روز پیش نیست موین سیاسی وزارت خارجه در برنامه در کابل گفته بود که حکومت سرپرست امیدوار است که حکومت تازه آمریکا سیاست کنونی این کشور در قبال افغانستان را بازنگری کند صنعت چرمدوزی یا پوستین دوزی که از صنایع کهن هرات شناخته می شود در حال نابودی قرار دارد از میان صدها چرمدوز در هرات تنها دو چرمدوز مانده که این صنعت را پیش میبرند غلام حیدر اکرمی بیشتر از 90 سال می شود که صنعت چرم دوزی یا پوستین دوزی را پیش می برد. این مرد 103 ساله از پوست حیوانات وحشی، گوسفند و گاو لباس و کلاه چرمی تولید می کند. او همراه با برادرش تنها کسانی در هرات هستند که صنعت تاریخی پوستین دوزی را زنده نگه داشتند. مال ما خود ما همالک. داره که دلگلی به مال ما بخونه رخت دارم. با خدا قسم به پول خرج خوب بموندم خب وقتی که از نخره چی خواه کنم پست بخورم ها؟ هم رو برخواه کنم که نمیتونم با گفته غلام حیدر اکرمی در سالهای نه چندان دور بیشتر از صد کارگاه چرمدوزی در هرات فعال بودند اما اکنون تنها کارگاه او فعال مونده است تقریبا همه پوستین دوزان هرات از این صنعت دست کشیده و به سایر صنایع رو آوردند کس به ما در تقاضا نداره یا پیشرفت چیزی نداره فعلا داره بین میره فقط هم به ایراد فکر کنم ما دو نفر موندیم کار میکنیم ده کسی صنایع دستی پوست و چرم پیش نمیبره خریداران اصلی لباس ها و کلاه های چرمی گردشگران خارجی هستند با گفته شماری از فروشندگان این لباس های چرمی با کاهش شمار گردشگران فروش این لباس ها نیز کاهش یافته است اینجا فقط همین زمستون ها که هم ما چند تا کلاه تیار کنیم و اسکرت تیار کنیم همینا به اینجا به حساب اندازه که همین جگا فروش هم مردم خود استفاده میکنن همین همین تولید میشه هم. چرم دوزی یا پوستین دوزی از صنایع کهن هرات شناخته میشود گفته می شود که در گذشته بسیاری از مردم در فصل سرما از این لباسها و کلاهای چرمی استفاده می کردند. با وارد شدن لباسهای زمستانی از کشورهای مختلف به افغانستان مشتریان این لباسهای چرمی آرام آرام کم شدند. پس از وقوع یک انفجار در اول همین هفته در بلوچستان نیروهای پاکستانی شمار زیاد از افغانها را بازداشت کرده مسئولان محلی کندهار میگویند از دو روز به این سو پاکستانی ها بیش از 100 افغان را پس از بازداشت از آن کشور اخراج و به آنان سپرده در همین حال افغان های اخراج شده ادعا میکنند که نیروهای پاکستانی آنان و کودکان بازداشت شده ایشان را در جریان تحقیق شکنجه کرده اند. این اینها 115 تن از افغان هستند که پس از بازداشت و زندانی شدن از سوی نیروهای پاکستانی در ولسوال اسپین بولده که کندهار به مسئولان ایمارات اسلامی تحویل داده شدند. افغان های آزاد شده از زندان های پاکستان میگویند که نیروهای پاکستانی هنگام وقوع رویدادهای های امنیتی افغان ها را بازداشت و بدون هیچ اتهامی به زندان می اندازند. نصرالله 27 ساله باشنده ولایت تخار میگوید که هنگام بازداشت و زندانی شدنش از سوی نیروهای پاکستانی با او بدرفتاری کردند. وضعیت خیلی خراب بود وضعیت پاکستان گفت سری دوم بیای شش ماه جریمه سلک کرده ای دیگه باید پایسا بدین چیز مر سر باید چی گیری کلو دی انسانیت چلندی را سر و که داغه و رست بیای و میشت و دوی میشت می چیش تکریه نه غزر و اطلاعی میاد با غریبی دا پاره میاد غریب بیام که غریب نه سنت استعمال که در ولایت استم شمار دیگری از افغان‌های آزاد شده از اندونهای پاکستان ادعا دارند که نظامیان پاکستانی کودکانشان را نیز با آنان بازداشت و هنگام بازرسی افزون بر شکنجه بالای آنان گلوله نیز شلیک کردند باره په پلیستین نه ایستلو باره بیا بيدو خپل پرتبه جير اکشنول باره بیا ټکانه بنې وکړو باره باندې ټیکړو بیا لشکره تاوالو د سترګو ته وړلنی باره بیا پرې وصولو ساجرا وېستلو باره بیا وولو شمان د لسو کالو د نو کالو د اټو کالو د دله لسو کالو مخ پرزوی را سرهو ټیکبنس وارلس د یار لس شمان را سرهو مسئول کمپ موقت مهاجرین در تخت تختپل کندهار میگوید که از آغاز ماه روان تا کنون 350 زندانی افغان که بیشترشان دارای مدرک قانونی نیز بودند پس از زندانی شدن از سوی پاکستانی ها با آنان تحویل داده شدند. به گفته او در دو روزی پسین 115 افغان که پس از رویداد امنیتی در بلوچستان بازداشت شده بودند به با آنان تحویل داده شدند. ابلور جو پټا و وسو محکميو پټا و وسو د چیت په اونچک پټا و وسو بیا رات بل کونکو بیا د افغانان خورانه یا خاریکی یا وزګری کی یا روزانه کی دغدی غریب علاوه بس و هي تشدد سره کی شکنجه ولور کی شکنجه هم ور کړی دی په ګفته مسئولان در ماه پاین افزون بر پاکستان اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران نه زفزایش یافته است کی امارات اسلامي در بخشای ګونهګون به ان کمک کرده است دوباره خوش آمدید انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا گزارش را درباره اوضاع اقتصادی و کمک های جهان به افغانستان پخش کرده در این گزارش آمده که در بیشتر از سه سال پس این ورود دلار تحت نظارت سازمان ملل متحد به افغانستان در ثبات اقتصادی توسعه تجارت و ترزیق نقدینگی به این کشور کمک کرده در بخش از گزارش تاکید شده که کاهش کمک ها به افغانستان فقر در این کشور را بیشتر خواهد کرد اما وزارت اقتصاد میگوید راه حل برای حل چالش های اقتصادی و ایجاد فرصت بیکاری امارت اسلامی توجه روی پروژه های زیربینایی رشد کشاورزی و صنعت دارد انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا در گزارش تازه می گوید که ورود دلار تحت نظارت سازمان ملل متحد به افغانستان در ثبات اقتصادی توسعه تجارت و ترزیق نقدینگی به این کشور کمک کرده است اما کاهش کمک ها به افغانستان چالش های اقتصادی را بیشتر خواهد کرد کچېرت د افغانان سره واقعا کوم اكو مریستي و نشي نو دغه هيواد د فقیر او بیچاره طبقه د دول د ډیرو زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ او د رنگارنګ مشکلات په خپل ځان کې ویني نو له هاذا منګه د ملل متحد او د هاري خیرخوا او حکومت دولتونو څخه چې هميشه افغانان سره کومکونه کړي شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کمک های جهان به افغانستان را در کوتاه مدت و حل چالش های اقتصادی به گونه نسبی مهم عنوان می کنند اما می که در دراز مدت نیاز است تا روی پروژه های کار شود که برای مردم شغل دایمی را فراهم کند کمک های بشر متاسفانه که دام فقر است و فقر را تر اگر این کمک ها به شکل کمک های اقتصادی صورت می و تا حکومت میتونست با این کمک ها پلان های استراتژیک اقتصادی خود و پروژه توسعه و انکشافی را حرکت میداد و ما مردم یک زمین کار دامدار مهیا میشد بدون شک که بازی میتونست مسیرت بلند اقتصادی می داشت از سوی هم وزارت اقتصاد میگوید که برای بیرون رفت از بحران اقتصادی امارت اسلامی توجه در زمینه رشد کشاورزی، صنعت و استفاده از تولیدات داخلی، استخراج معادن و تولید انرژی دارد. راهاندازی پروژه های کلان اقتصادی و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دو تا راه ما برای غلبه بر چالش های اقتصادی هست در این راستا ما حمایت از سرمایه گذاران داخلی و ایجاد یک نهزت ملی را و منظور اعطای قرضه های کوچک هم در نظر داریم از دونرهای بین المللی هم دعوت کردیم تا در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشند پیش از این بازرسی ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی گفته بود که در سال جاری مالی ایالات متحده بیش از 885 میلیون دلار کمک های بشر دوستانه به افغانستان در نظر گرفته است اما این نهاد به علت کاهش 82 درصدی کمک های امریکا برای افغانستان خواهان توقف فعالیت هایش تا پایان سپتامبر سال 2024 میلادی در افغانستان شده بود با این ترتیب اینجا رسیدیم به پایان خبر شش تا دقایق دیگر در فراخبر برمیگردیم